سلام، من فرناز قاضی‌زاده هستم و این صفدوی آخر هفته است. خوش آمدید. در هفته گذشته بعضی رسانه‌های غربی خبری را درباره ایران با تفضیل تحلیل کردند که به طور کل در رسانه‌های ایران نادیده گرفته شد. دلیل آن حساسیت فراوان موضوع برای ایرانی هاست. یک حساب توییتری خبری مبنی بر درگذشت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و جانشینی پسرش مجتبی منتشر کرد که منبع خبر بعضی رسانه‌های غربی هم شد. رهبر 81 ساله 5 سال پیش در بیمارستان بستری شده و از آن زمان تا کنون بحث جانشینی بدون آنکه به طور مستقیم درباره آن صحبت شود در مرکز تمام تحولات در جمهوری اسلامی قرار داشته. در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی شبیه یک نظام سلطنتی است که پادشاهی مسن و بیمار دارد، اما ولیعهد آن مشخص نیست. نه تنها ولیعهد مشخص نیست که تاج بخش ها هم یک به یک میمیرند یا به شدت بیمار و مسن هستند و این سوال مطرح می شود که چرا و چطور است که موضوعی با این اهمیت بدون گفتگوی صریح در پرده پوشی قرار دارد. امروز درباره بحث جانشینی صحبت می کنیم. قبل از شروع بحث از کیوان حسینی دعوت کردم که کمی بیشتر درباره جزئیات این خبر و توییت به ما بگه. کیوان خوش اومدی. اول به ما بگو توییت چی بود داستانش؟ در واقع این یه توییتی هستش که توسط یک روزنامه‌نگار، یک اکانتی به اسم محمد مجید در اینترنت منتشر شد به زبان عربی. این کاربر که به اسم محمد مجید فعالیت میکنه تمامی در واقع توییت های خودش رو به زبان عربی می نویسه، اما در رسانه هایی که ازش نقل قول شد او یک روزنامه‌نگار ایرانی معرفی شد. و تاکید بکنم که این اولین بار هم نیست که از ایشون در رسانه های انگلیسی زبان به ویژه روزنامه های بریتانیایی به عنوان منبع اخباری مرتبط با ایران نقل قول های منتشر میشه. همین اخیرا هم در ارتباط با حمله ای که در تهران اتفاق افتاد و یکی از دانشمندان هسته ای کشته شد، خبری به نقل از ایشون منتشر شد که مدعی بود در واقع جزئیاتی از عملیات موساد در تهران رو به دست آورده و منتشر کرده. این بار هم ایشون به نقل از منابعی که میگه در ایران داره خبری رو منتشر کرد مبنی بر اینکه حال آیت الله خامنه ای به وخامت گذاشته و اونقدر حالش بد هست که دیگه نمیتونه در واقع امورات روزانه دفتر خودش رو اداره بکنه و اداره این مسئله به پسرش مجتبی خامنه ای واگذار شده. این خبر در رسانه‌های انگلیسی زبان اول از همه در نشریه نیوزویک، در واقع وبسایت نیوزویک منتشر شد و بعد از اون هم تعدادی از رسانه‌های انگلیسی زبان اون رو بازتاب دادند، با یک تفاوت کوچکی که با اون هم این بود که همه اینها این برداشت رو کرده بودند که در ایران انتقال قدرت سیاسی رخ داده و به دلیل بیماری آیت الله خامنه‌ای فرزندش کنترل امور رو به دست گرفته. در ارتباطی که من با در واقع اون اکانت توییتری محمد مجید داشتم از طریق ایمیلی که اونجا گذاشته بود، ایشون در این ایمیل توضیح داد که خبری که خودش نوشته و منابعش در ایران بهش گفتند همچین جزئیاتی نداره و برعکس آنچه که به او گفته شده این هستش که تنها در واقع اداره روزمره امورات دفتر آقای خامنه ای به پسرش منتقل شده، نه اینکه تمام قدرت سیاسی مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران به مجتبی خامنه ای منتقل شده. آیا اساساً خبری در مورد وضعیت حال آقای خامنه ای هست؟ آیا اصلا میدونیم که حال او چطوره؟ ای فرناز، مسئله سلامت جسمی رهبران سیاسی همه جای دنیا تا اندازه زیادی یک مسئله امنیتی است. طبیعتاً در برخی کشورها مثل دموکراسی‌های لیبرال فشار افکار عمومی و رسانه‌ها موجب میشه تا آنها مجبور بشن اطلاعات بیشتری منتشر بکنند و شفافتر برخورد بکنند. در ایران و در مورد شخص آیت الله خامنه‌ای وضعیت بسیار استثنایی و خاص است، به این دلیل که اساساً مسئله جانشینی ایشون، سلامت ایشون، درگذشت احتمالی ایشون یک مسئله امنیتی محسوب میشه برای جمهوری اسلامی ایران. در سابقه جمهوری اسلامی ایران این اتفاق فقط یک بار افتاده و درباره جانشینی ایشون هم همونطور که خودت در ابتدا گفتی پرسش‌های زیادی مطرح است. به همین دلیل واقعا اطلاعات موثقی ما نداریم و تنها متکی هستیم به مجموعه‌ای از اطلاعات که بخشی شایعات هست و بخشیش هم از طرف سازمان‌های اطلاعاتی غربی چه بسا منتشر شده باشه. بجز اون یک عمل جراحی که 5 سال پیش آقای خامنه‌ای
انجام داد و به شکل رسمی دربارش اطلاع رسانی شد، باقی اخبار از جمله گمان زنی هایی که در ارتباط با سرطان پروستات ایشون میشه، هیچ کدومشون اخبار رسمی و تایید شده نیست. در ارتباط با احتمال ابتلای ایشون به بیماری سرطان، میتونم بگم یکی از موثق ترین اخباری که ما در حال حاضر داریم گزارشی است که روزنامه فیگارو منتشر کرد و به نقل از منابعی در سازمان های اطلاعاتی غربی نوشته بود که آقای خامنه ای این باور وجود داره در میان این سازمان ها که به این بیماری مبتلا هست. در ارتباط با وضعیت اخیر هم آخرین و مهمترین نکته ای که باید اضافه بکنم این هستش که دست کم سازمان های اطلاعاتی و منابع امنیتی اسرائیل در مصاحبه با رسانه های این کشور گفتند که چندان اعتمادی به خبر اخیر ندارند و فکر می‌کنند که در ارتباط با وضعیت سلامتی ایشون در حال حاضر کمی اغراق شد. کیوان، یک موضوع دیگر رو هم کوتاه به ما بگو. قضیه مشتبه خامنه ای چیه؟ تو این توییت مطرح شده. در ارتباط با مسئله مشتبه خامنه ای، گمان زنی های همیشه مطرح بوده و در واقع از زمانی که جنبش سبز آغاز شد در سال 88 برای نخستین بار به طور جدی این مسئله مطرح شد و در میان افکار عمومی ایرانی ها برخی به این باور رسیدند که مشتبه خامنه ای داره آماده میشه برای اینکه جای پدرش رو بگیره. این اتفاق اگر در ایران بیفته اتفاق استثنایی هست، اما از طرف دیگه فراموش نکنیم که مشتبه خامنه ای الان 51 سال است. خود آقای خامنه ای وقتی به قدرت رسید 50 سال بیشتر نداشت. اما مشتبه خامنه ای هیچ سابقه ای در جریان تحولات سیاسی اجتماعی ایران به عنوان داشتن یک مقامی که قدرت سیاسی داشته باشه و اعمال نفوذ رسمی و قانونی بکنه نداشته. تنها گزارش هایی داریم مبنی بر اینکه او اعمال نفوذ میکنه از طرق غیر رسمی، از طریق رسانه هاش و همچنین دوستان و یارانی که داره در بخش های مختلف قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران مستقر هستن. و در پایان یادآوری بکنم که مشتبه خامنه ای تنها کسی نیست که از او به عنوان جانشین احتمالی آقای خامنه ای نام برده میشه. متشکرم کیوان حسینی، همکارم که این خبرها رو از نزدیک دنبال میکنه. آیت الله علی خامنه ای در 30 سالی که در مقام رهبری قرار داشته، در هر دهه اختیارات رهبری و نهادهای تحت نظرش رو به شدت افزایش داده و در اتحادی بسیار نزدیک با سپاه اداره کشور رو قدم به قدم از دست نهادهای انتخابی گرفتند، هرچند که این نهادها هم در انتخاباتی نچندان آزاد سر کار آمده باشند. اما در هر حال نقش آیت الله خامنه ای و جانشین او بسیار فراتر از یک نقش سمبولیک است. امروز میپرسیم در صورت مرگ آیت الله خامنه ای، گزینه های موجود و شیوه انتخاب رهبر چگونه خواهد بود؟ دلیل عدم شفافیت در این باره چیست؟ 4 میهمان داریم. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو با ماست. آقای نامور حقیقی، در سالهای اخیر اغلب تغییرات در سیاست ایران رو تحت شعاع بحث جانشینی دیدن. رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار رادیو فردا از پراگ با ما هستند. آقای حقیقت نژاد معتقدند خبر مرگ آقای خامنه ای همیشه غیر منتظره خواهد بود، چون به گفته ایشون مرگ دیکتاتور به معنی پایان دیکتاتوری نیست، اما حسش مشابه است. عبدالرضا داوری از نزدیکان آقای احمدی نژاد هستند، کسانی که نگاهی متفاوت به جانشینی رهبری دارند که احتمالاً در این برنامه بیشتر به اون خواهیم پرداخت. زاویه‌ای که از سوی اغلب گروه‌های دیگر در جمهوری اسلامی به عنوان جریان انحرافی دیده می‌شود. و محمد جواد اکبرین، دین پژوه و روزنامه نگار در حوزه فرهنگ و سیاست هم با ما هستن. آقای اکبرین معتقدند در اعلام خبر و بردن نام مشتبه خامنه ای به عنوان جانشین می شود نشانه هایی از عملیات اطلاعاتی امنیتی را هم دید. خوش آمد میگم به همه شما. آقای اکبرین، از همین موضوع آخر شروع بکنیم، چون این موضوع جالبی هست. همونطور که صحبت شد، اسم مشتبه خامنه ای رو پیش از این چند باری بیشتر نشنیدیم. مهمترینشون نامه معروف آقای کروبی در سال 84 هست. فکر میکنید چقدر میشه حد زد که این از زاویه‌ای که مطرح شد اطلاعاتی و امنیتی باشه؟ و مهمانان محترم برنامه و بینندگان عزیز بخیر. به نظر میرسه که بله، قرار بر این بوده که با مطرح کردن این موضوع هم نوعی افکار سنجی بشه، هم نوعی عادی سازی بشه. به چه معنا؟ من یه مثال میزنم ابتدا. شما تصور بکنید که احتمال میدید جنگی نزدیک در یه جایی در دنیا، و بعد گروه های مختلفی تظاهرات ضد جنگ را میندازن، مجامع بین المللی هشدار میدن. خب اینا هشدارشون رو میدن، اون تظاهرات ضد جنگ هم علیه جنگ صورت میگیره، اما همه این حرکات یه پیامد ناخواسته داره. اون پیامد ناخواسته هم این است که جنگ اگه تا پیش از این سورپرایز بود، الان عادی سازی میشه، گوش‌ها و چشم‌ها به مسئله جنگ آشنا میشه.
از این مثال وارد این موضوع بشیم. اگر تا پیش از این گفته میشد که مثلا اگر آقازاده بیاد و بحث رهبریش مطرح بشه، انگار چیزی شبیه ولیعهدیه و جامعه ایران این رو نخواهد پذیرفت، و یا مثلا مقدماتی امکان نداره که فراهم بشه تا او رهبر بشه، ولی وقتی این بحث ها مطرح میشه طبیعتا نوعی عادی سازی صورت میگیره. من تاکید کنم همین صحبتی که من الان خدمت شما دارم میکنم در عین اینکه چاره ای نیست از تحلیل موضوع، ولی به نوعی خود به خود به اون عادی سازی داره کمک میکنه. این برنامه‌های تحلیلی هم همین اتفاق درش میفته عملا. اجازه بدید از آقای داوری بپرسم. نظر شما چیه آقای داوری؟ ای کوتاه بگید. من سلام عرض میکنم خدمتتون. اولا گله کنم از شما خانم قاضی زاده. انگ و برچسبی که متاسفانه تحت عنوان جریان انحرافی گفته میشه به نزدیکان آقای احمدی نژاد، شما در این برنامه از اون استفاده میکنید، نشون میده. من عرض کنم که من گفتم که این در واقع از سوی بقیه جناح‌های در داخل جمهوری اسلامی گفته میشه که توصیفی است. بله، نیست که شما میگید، این دقیقاً انگار سازی که من اعتقادی به این موضوع ندارم آقای داوری. من میخوام گله کنم. کار شما به شدت غیر حرفه‌ای بود و نشون میده که پشت صحنه چنین انکا و برچسبایی بی بی سی و وزارت خارجه دولت انگلیس حضور داره. بسیار خوب. خب من خواستم این نکته رو عرض کنم در ابتدا. ببینید، مسئله جانشینی رهبری فارغ از اینکه چه موضوعاتی مطرح میشه یا چه گزینه‌هایی در اون کانتکست و بستر معرفی میشن یا راجع بهشون گفتگو میشه، به اهمیت نهاد رهبری در جمهوری اسلامی مرتبطه. و خب ما در همون دهه 60 هم شما دیدید که چه در سالهای پایانی چه در میانه دهه 60 که مرحوم آقای منتظری به عنوان قائم مقام رهبری معرفی شدن، خب همون موقع هم بحثای خیلی زیادی بود تا خب امتداد پیدا کرد موضوع از آقای منتظری و در گذشت مرحوم. درسته آقای داوری، چرا الان این بحث ها مطرح نمیشه؟ چرا الان نمیدونیم که جانشین آقای خامنه ای چه کسی خواهد بود، در حالی که مثلا همون موقع سال 64 آقای منتظری به عنوان جانشین انتخاب شدن؟ ببینید، من به نظرم این رو باید برگردیم به ساخت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک رژیم حقیقی داره و یک رژیم حقوقی. ببینید، رژیم حقیقی جمهوری اسلامی در دهه 60 با محوریت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و طیفی که ما اونها رو به عنوان در واقع اشرافیت بوروکراتیک یا گلوبالیست ها میشناسیم، و اینها در دهه 60 در واقع مقدرات کشور رو در همه حوزه‌ها در دست داشتن و تونستن در دهه 70 و 80 و حتی تا امروز تا حد زیادی خودشون رو مرتبا بازتولید کنن. در این صحنه و در این معماری که مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی انجام دادن برای جمهوری اسلامی و گلوبالیست ها رو غلبه دادن در رژیم حقیقی در دهه 60 و در اون مقطع آیت الله خامنه‌ای در حاشیه قرار داشتن، و حتی زمانی که آیت الله خامنه‌ای در سال 68 به رهبری رسیدن، شما اگر یک موازنه رو نگاه بکنید نسبت به دوران امام 39 سال از آقای خامنه‌ای از آیت الله خامنه‌ای سنشون بیشتر بود، مرجعیت تام داشتن. در دوران در واقع انتخاب آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، آقای هاشمی 5 سال به لحاظ سنی از ایشون مسن‌تر بودن. بله. و در دهه 60 هم عملاً نفر اول در واقع نظام بودن در واقع امر. یعنی متوجهم آقای داوری، ولی شما ممکنه خیلی کوتاه بگید آیا الان کسی رو در همون موقعیتی که آقای هاشمی رفسنجانی در دهه 60 بودن داریم؟ اگه کوتاه بگید ممنون میشم. نه الان به نظرم اینطور نیست، چون به نظرم پروژه حذف گلوبالیست ها از زمان رهبری آیت الله خامنه‌ای شروع شده و الان داره به نتیجه نهایی میرسه. صحیح. بگذارید من این را از آقای حقیقت نژاد بپرسم. آقای حقیقت نژاد، این صحبتایی که مطرح شد، اول نظرتون رو میخوام بدونم و بعد اینکه آیا به نظر شما روشن هست که چه اقداماتی قرار هست صورت بگیره در صورت مرگ آیت الله خامنه ای یا نه؟ من اول این نکته آخری که آقای داوری گفتن که پروژه هست به علاوه چیز موقعی هم میگن به اسم گلوبالیست، در واقع رئیس پروژه هست و سرکوب
همه نیروهای مؤثر در ساختار جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای بوده. ایشون در این 30 سال نشون داده که به هیچ وجه کسی رو به عنوان نفر دوم در ساختار سیاسی نظام تحمل نمیکنه. حالا در دوره آقای خمینی مثلا میخواستن آقای منتظری برای دوره نفر دوم باشه، یه دوره میگفتن آقای هاشمی اینجوری بوده. آقای خامنه ای خاطر همون روحیه دیکتاتور ماوانه ای که داره هیچ کس رو به عنوان نفر دوم تحمل نمیکنه، و اتفاقا این نفر دوم رو که تحمل نمیکنه یکی از همون دلایلی هست که مبهم گذاشته کلیت وضعیت رو. یعنی نمیتونه که ما مثلا فرض کنیم اگه الان به طور روشن شفاف بگن آقای رئیسی مثلا نفر کسی هست که بعد از آقای جانشین خواهد بود، یه بیتی در حول و شکل خواهد گرفت و نفر دوم خواهد شد و ممکنه که اصلا توجه بخشی از ساختار سیاسی معطوف بشه به سمت آقای رئیسی، و این چیزی نیست که حتی در حد آقای رئیسی هم آقای خامنه ای بتونه تحمل بکنه. و این پروژه سرکوبش یک بخشی از اون علت مبهم موندن کلیت وضعیت سیاسی. ولی دو تا نکته تکمیلی بگم در مورد صحبت‌های آقای اکبرین. بله، ما هر چیزی که الان رو داریم باید یه ابعاد امنیتی واقعا بهش بدیم، چون درسته یه بخش ساختار سیاسی رو میگیم نظامی شده به خاطر قدرت یافتن سپاه، ولی در درون سپاه هم ما می‌بینیم که اون بخش‌های امنیتی مثلا سازمان اطلاعات سپاه، قرارگاه سارالا، اینها نهادهای تعیین کننده هستن. بنابراین ساختار سیاسی ایران به موازات اینکه داره نظامی میشه در یه بعد زیادی امنیتی شده، به همین جهت برخی از پروژه ها و اطلاع رسانی ها هم در این زمینه امنیتی شده. ولی ما در مورد انگیزه پرسون شخصی که شما به طور مشخص به آقای مصطفی خامنه ای اشاره کردید خیلی اطلاعاتی نداریم که بگیم الان برنامه جاری هست، ولی یه انگیزه قوی داریم. اون انگیزه قوی چیه؟ اونها با چشم خودشون هم دیدن به خاطر بر سر خانواده خمینی پس از خمینی که اون و حسن خمینی حتی به مجلس خبرگان رهبری هم نتونست وارد بشه و حاشیه نشین شده و حذف شده و نمیخوان این سرنوشت برای خودشون تکرار بشه. من فکر میکنم که اگر به نتیجه برسن که یک فردی رو میتونن در اختیار داشته باشن که به طور کافی کنترلش بکنن که قدرت تا حدود زیادی کماکان در کنترل خانواده خامنه ای باقی بمونه، ممکنه نیازی نباشه آقای مصطفی خامنه ای مطرح بشه. ولی اگر اینجوری نباشه ممکنه انگیزه های بیشتری پیدا بکنه، چون نمیخوان ابا از خانه خامنه‌ای به خانه دیگه‌ای بره به اون معنا. اشاره جالبی کردن آقای حقیقت نژاد، آقای نامور حقیقی، شما نظرتون چیه در این مورد؟ به خصوص که ظرف ما یه عکسی رو دیدیم ظرف روزهای گذشته در فضای مجازی منتشر شد که یک نشستی است در سال 90 که در واقع زعمای قوم اونجا هستن، الان فقط از اونها آقای خامنه ای باقی مونده، یعنی به هر حال اینا سنهاشون بالا هست و به قول معروف کینگ میکر یا تاج بخش ها هم در حال از دست رفتن هستن دانه به دانه. به نظر شما چقدر آیا باید نگاه کرد به افراد، یا فکر میکنید که نه باید در واقع نهادها و سیستم های دیگری رو دید در انتخاب جانشین؟ سلام خدمت شما جناب آقای حقیقت نژاد، جناب اکبرین و آقای داوری. ببینید، مسئله جانشینی در نوع نظام‌های کاریزماتیک انقلابی که یک تغییرات بنیادی در ساختار اجتماعی ایجاد کردند، وقتی که رهبری طولانی مدت هست خیلی موضوع حساسی خواهد بود و همیشه در تجربه بین‌المللی میتونه ترندهای بعدی رو دچار تغییر کنه. بنابراین توجه مسئله جانشینی خیلی مهمه. آیت الله خمینی خیلی توجهی به جانشینی نداشت و معتقد بود یکی از همین افراد خودش جانشین میشه، کاملا بی تفاوت از این زاویه، دغدغه‌ای نداشت. پسر ایشون چرا دغدغه داشت سید احمد خمینی و مایل بود که خودش این سمت رو بگیره، البته به هر حال یا نزدیک به خصوص بعد از آقای منتظری، ولی آقای خامنه ای چون رهبری بوده که یعنی با موقعیت کاریزما و انقلابی سر کار نیامده، از طریق مناسبات قدرت مجلس خبرگان رسیده، سعی کرده توازن استراتژیک و سازماندهی رو شکل بده و یه مجموعه ای از راهبردها رو چه در حوزه سیاست خارجی در حوزه سیاست داخلی مبتنی بر قدرت سازی، مبتنی بر هویت سازی و یک چارچوب ایدئولوژیک رو شکل بده که طبیعیه در این موضوع براش مسئله جانشینی خیلی اهمیت داشته. یعنی از سال 78 که مسئله جانشینی قائم مقامی آقای شارودی مطرح شد که عملا نتونست به جای برسه، شما دغدغه جانشینی به خصوص بعد از 84-85 بعد یکی از ملاحظات اصلی بوده در شکل‌دهی به سیاست ایران. علتش هم چند چیزه. علتش این است که آقای خامنه‌ای معتقده که
یک میراثی درست کرده، یک راهبردی درست کرده و بر مبنای این میراث و راهبرد که در بیانیه گام دوم انقلاب مشخص شده، بایستی کسانی انتخاب بشن که این مجمع رو بتونه حفظ کنه. بنابراین شما اگه نگاه کنید، شکل دهی به نهاد رهبری به عنوان بزرگترین نهادی که بعد از فوت آیت الله خمینی شکل گرفته، یک نهادی است که در حقیقت اون تاج بخشی که شما میگید، این نهاد الان میشه گفت تاج بخشه. یعنی در فوت آیت الله خمینی شما افرادی داشتید که بیرون یعنی بیرون دفتر آقای خامنه‌ای، آقای خمینی میتونستن تاج بخشی کنن، مثل آقای هاشمی، مثل جناهای دیگه، مثل برخی از مراجع، ولی الان نه. آقای نامه حقیقی، در نهاد بیت رهبری هم گفته میشه که آقای مجتبی خامنه‌ای تقریبا همه کار است، همون تو همون نامه‌ای که صحبت شد. من دو تا موضوع رو جواب میدم. ببینیم آیت الله خامنه‌ای چجوری نگاه میکنه موضوع و چرا تا حالا مسئله جانشینی مطرح نشد. یکی، اول آیت الله خامنه‌ای به نظرش میاد که کسی بایستی از طریق مدیریت نهاد رهبری میراث خودش رو تداوم بده. این میراث مربوط به ایدئولوژی، ساخت قدرت و همه اون چیزایی است که در حوزه هسته‌ای، نبرد با آمریکا و همچنین نوع نیروهای سیاسی که در درون ساخت قدرت بازی میکنن و عده‌ای که به حاشیه رفتن. حالا فرض کن آقای داوری میگن گلوبالیستا، ایشون آقای میرحسین موسوی هم جزء اشراف دونست که من خیلی برام جالبه، ولی به هر حال فرض کنیم این نیروها رو ایشون معتقده که اینا مرعوب غربن، اینا اگر بیان انقلاب رو واگذار خواهند کرد. بنابراین سیاست به حاشیه روندن اونها در دستور کار قرار گرفته. آقای خامنه‌ای معتقده که بنا به اون چیزی که می‌خواسته، آقای مجتبی خامنه‌ای که در مدیریت دفتر همیشه دخیل بوده، بیش از هر کسی دیگری صلاحیت این امر رو داره و فکر می‌کنه اون رو متناسب با اون راهبردها تربیت کرده و شایسته است که این مقام رو داشته باشه، تشویقش کرده درس بخونه، درس خارج خونده، درس اجتهاد خونده. تصور آیت الله خامنه‌ای این است که این بهترین فرده. اما از طرف دیگه همون ملاحظاتی که مطرح کردن آقای اکبری، این مسئله این هست که خب در افکار عمومی به خاطری که انقلاب ضد سلطنتی بوده و توارث، انتقال پدر به فرزند، چیزی است که جامعه چندان مورد پسند قرار نیست. خب در این مورد ممکنه دوچار پارادوکس باشه، اینی که آیا اون مسئله رو انتخاب کنه یا به سمت تغییر از طریق شورا بره. شورا اون وقت نهاد، اگه بخواد نهاد، هم میتونه تعیین کنه هم نظارت کنه. اون موقع از طریق شورا باشه، میتونه ترکیبی از شورا که یک مجتهد مثل آقای مکارم، آقای مجتبی و فرض کن آقای رئیسی توش باشه، اون میتونه سطح حساسیت رو کم کنه. ولی اگر فرض کنه آقای خامنه‌ای فکر کنه هیچ کدوم از کاندیداهایی که هستن، مثل آقای رئیسی، مثل آقای عرافی و بقیه، نمیتونن اون میراث رو هدایت کنن، ملاحظاتی هم آقای حقیقت نژاد فرمودن در مورد ملاحظ شخصی، ممکن اون هم ملحوظ باشه، اون موقع ممکنه بره به سمت اینی که تخم مرغ رو سبد فرزند ثابت کنه. علت اینم که نمیگن سه تا دلیل داره. یکی اینی که اولا نمیخوان با مطرح کردن جانشین یعنی قائم مقام سطح تخریب رو افزایش بده. دوم، مسئله تهدید خارجی هست به این مفهوم که اگه کسی به عنوان جانشین مطرح بشه، میتونه هم هدف ترور فیزیکی قرار بگیره، هم میتونه تطمیع و نفوذ، یعنی ممکنه نفوذ کنن در اطرافیانش، در حالا این تو جناهای داخلی هم هست. سوم هم این که در حقیقت ممکنه هنوز به جمع‌بندی کاملی نرسیدن که کی هست، ولی مجموعاً همه این کارا برای اینه که بازیخوانی و بازی‌سازی نیروهای داخلی و نیروهای خارجی رو برای اعمال نفوذ در آینده ایران کم کنن. بنابراین این رو معرفی کنم. آقای نامه حقیقی، در واقع یه لیستی از اون چیزایی که به هر حال ما می‌خواستیم در این برنامه دونه به دونه مطرح بکنیم رو گفتن. ممنونم از شما. من خواهش می‌کنم آقایون، اگه نسبت به حرفای همدیگه می‌خواین واکنش نشون بدید، چون من شماها رو می‌بینم، شما همدیگه رو نمی‌بینید، یک اشاره‌ای بکنید تا من بتونم شما رو وارد بحث بکنم در پاسخ به دیگری. آقای داوری، یک صحبت اینجا مطرح هست، بذارید ما این رو همین اول از شما بپرسیم. آیا شما و طرفداران آقای احمدی نژاد از رهبری مجتبی خامنه‌ای حمایت می‌کنید؟ ببینید، این موضوع اصولا به ما ارتباطی نداره. من میخوام یه توضیحی بدم. ببینید، هم آقای اکبرین و هم آقای نامور حقیقی یک مغالطه‌ای دارن انجام میدن و اینکه بحث در واقع موروثی بودن رو در نظام جمهوری اسلامی دارن مشابهت میدن با نظام سلطنتی و اینکه این انقلاب علیه سلطنت بوده،
ببینید ما در قانون اساسی مشروطه و این رو داریم که یک خاندانی در واقع در قانون قید میشه به عنوان خاندان پادشاهی از یک فرد به فرزند و از فرزند به فرزند دیگر منتقل میشه. این یک قید قانونیه در سلطنت. ببینید در جمهوری اسلامی که انتخاب رهبر اینگونه نیست. ببینید شما به در واقع تشکیل مجلس خبرگان متوجه ما آقای داوری، ولی چه خواجه علی چه علی خواجه اگر ایشون رو به عنوان رهبر انتخاب کنن؟ خانم خواجه مهمه، بذارید من توضیحم تموم بشه. بله. ببینید من یه سوالی دارم از آقای اکبرین و آقای نامبر حقیقی. اگر فردا روزی مجلس خبرگان رهبری تصمیم بگیره آقای آیت الله مصطفی خامنه ای رو به عنوان رهبر جمهوری اسلامی معرفی بکنه، این انتخاب مجلس خبرگانه که مردم انتخابشون کردن، این چه ارتباطی با موروثی بودن داره؟ بله، اگر آیت الله خامنه ای برای فرزندشون حکم بزنن یا بر طبق قانون رو تغییر بدن و توارث رو در قانون اساسی نهادینه کنن، فرمایش دوستان درسته. متوجهم. آقای داوری اجازه بدین آقای اکبرین پاسخ بدن. آقای اکبرین میگن که این تو قانون نیست. اگه منتخبان مردم مثلا خبرگان، حالا ممکنه که خیلی‌ها بگن خبرگان هم منتخب مردم به اون شکل نیستن، ولی به هر حال اینها بیان انتخاب بکنن، چه ایرادی داره؟ ایرادی نداره. اگر همه چی دموکراتیک پیش میرفت که ایرادی نداشت. منتها ظاهراً پیش‌فرض آقای داوری این هست که در این مملکت همه چی دموکراتیک انجام میشه و روند طبیعی خودش رو طی میکنه. بعد اگر نمایندگان مردم آقازاده رو به جای آقا نشوندن، اون وقت هیچ اشکالی نداره. اون وقت همین آقای داوری موقع انتخابات ریاست جمهوری که میشه میگه چرا شما نامزد ما رو رد صلاحیت کردید، بعد اون وقت حکومت رو به رفتار استبدادی متهم میکنن. همون حکومتی که در حق دوستان آقای داوری رفتار استبدادی مرتکب شده، همون حکومتی که جلوی روند طبیعی دموکراتیک رو میگیره، همون حکومتی که از ابزار نظامی استفاده میکنه برای سرکوب معترضان، همون حکومتی که برای مجلس خبرگان از پشت صحنه رئیس انتخاب میکنه و کسی که اتفاقا مردم بهش رأی ندادن و کاملا لب مرز و با شبهه به مجلس راه پیدا کرد و عمدن از سر لجبازی با مردم و نشون دادن قدرت به مردم رئیس مجلس خبرگان میکنه، همون حکومت هم بلده اگر قرار باشه کسی رو به مجلس خبرگان تحمیل بکنه، با تهدید و تطمیع این کارو بکنه. در نتیجه اصلا پیش‌فرض من با آقای داوری متفاوته. من این حکومت رو حکومت دموکراتیک نمیدونم و ابزارهای فریبکارانه ای رو میبینم که به راحتی ممکنه به کار گرفته بشه. در نتیجه اصلا شأنی برای انتخاب خبرگان قائل نیستن. آقای حقیقت نژاد، نظر شما چیه راجع به صحبت ها؟ خیلی موضوع جالبیه. شما میگید که بخش عمده ای از این کسانی که تو مجلس خبرگان هستن بیش از اون که نماینده مردم باشن نماینده ولی فقیه هن. یعنی حکم رسمی دارن که به عنوان نماینده ولی فقیه در نهادهای مختلف حکومت جمهوری اسلامی دارن اوامر ولی فقیه رو اجرا میکنن و از قضا در خود این مجلس خبرگان رهبری هم یک شأن پاسداری برای تغییر مهدوی، یعنی سپر حفاظتی برای ولی فقیه قائل هستن. یعنی این در شأن انتخاب در موقعیت انتخاب رهبر نیستن. و واقعا یه نکته هم که من میخوام الان مثلا بهش اشاره بکنم این که داره بیش از حد نقش مجلس خبرگان رهبری در این زمانه تاکید میشه. بله ممکن بود در دوره‌ای که آقای خامنه ای انتخاب شد مجلس خبرگان رهبری یه شأن بالاتری از الان داشت، ولی الان عمده کسانی که در مجلس خبرگان رهبری هستن مهره‌های رهبر به طور مستقیم محسوب میشن و هیچ گونه اختیاراتی ندارن. چند سال پیش تصویر نمادینی منتشر شده بود از جلسه مجلس خبرگان رهبری که اعضا در داخل نشسته بودن، آقای جعفری فرمانده وقت سپاه جلوی در ایستاده بود و انگار داشت اون ورود و خروج رو کنترل میکرد. الان ما یه موقعیت خیلی نمادین و تشریفاتی داریم در باره مجلس خبرگان رهبری. شما با آقای نامبر حقیقی موافقید که در واقع نهاد رهبری هست که جانشین بعدی رو انتخاب میکنه؟ بله، من میگم که ما در سالهای اخیر سپاه یه قدرت تعیین کننده ای رو یافته بود
الان به خاطر اون کارسازی و تشکیلات عمده‌ای که آقای خامنه‌ای در دفترش ایجاد کرده که من خودم بهش میگم که دولت پنهان، اون دولت پنهان هم نقش بسیار موثری داره، چون اون مافیا نمیخواد به طور کامل قدرتش رو از دست بده. در کنار اون ما ببینیم یه سری کارتل‌های دیگه هم در این سالا رشد کردن، مثلا ستاد اجرایی فرمان امام هم اومده یه بخشی از اقتصاد ایران، یه بخشی از سیاست‌گذاری تو حوزه‌های مختلف الان نماینده داره توی مجلس. یه مجموعه از کارتل‌های اقتصادی نظامی امنیتی در کنار خانواده آقای خامنه‌ای و بیت آقای خامنه‌ای یا دولت فعلی آقای خامنه‌ای با این حساب آقای حقیقت نشاد، آیا نمیتونیم بگیم که یعنی چهره نمیتونیم بدیم؟ مثلا دیروز وقتی که آقای یزدی خبر درگذشتش اومد، من دیدم یه مطلب خود شما نوشته بودید در رادیو فردا، خیلی توضیحات جالبی داده بود، مثلا اینکه یک مورد اینها قبلا یک کمیته تشکیل دادن و یک جانشینی هم مثلا فرزن انتخاب کردن، ولی حتی اسم اون رو به اون موقع رئیس وقت مجلس خبرگان که آقای هاشمی بوده هم نگفتن. یعنی ما الان نمیتونیم بگیم که یک کسانی هستن در یک کمیته هایی، در یک گروه هایی که اونها ممکنه تعیین کننده باشن، هنوز چهره اونها رو نمیشناسیم. یعنی اون وقت خیلی اصلا اسامیشو فهم میدونیم که یک باری مثلا آقای یزدی یک زمانی هم مثلا صحبت بود که موقع آقای مقتدایی عضو این کمیته بوده، ولی اونا کاملا تحت تاثیر بیرونن. ما از فضا سازی های بیرونی مثلا میدونیم که الان در یکی دو سال اخیر خیلی تمرکز رسانه‌ای و سیاسی زیادی در مورد آقای رئیسی هستش، از مجلسش، فرماندهان سپاه که دیدارش میگن، نوع لباس پوشی، تبلیغاتی که براش تدارک دیده میشه، اینو میتونیم بفهمیم که الان حداقل رسانه‌ای تمرکز خیلی بالایی بر روی آقای رئیسی وجود داره. ولی با توجه به مناسبات سیاسی، مثلا فرض کنیم اگر سپاه رو یک مدت تعیین کننده بدونیم، سه سال پیش اگر می‌خواستیم در مورد این موضوع صحبت کنیم، آقای جعفری فرمانده سپاه و اون باندی که در سپاه داشت، اونها یک گروه تعیین کننده بودن. ولی ما الان می‌دونیم که آقای جعفری رو از سپاه برکنار کردن و آقای خامنه‌ای حتی به عنوان مشاورش هم انتخابش نکرد برخلاف سایر فرماندهان سپاه، و بعضی از سپاهیایی که نزدیک به آقای جعفری بودن هم به طور کلی از سپاه حذف شدن و از بیرونش رانده شدن. بنابراین حلقه های قدرتی هم که داره شکل میگیره و گاه عوض میشه، بعدا میتونه که نقش داشته باشه. الان حداقل میدونیم در سطح رسانه آقای رئیسی گزینه اوله. آقای داوری خیلی یادداشت برمی داشتید، میخواید پاسخ بدید بعد من سوال بعدی رو مطرح؟ بله، من ببینید یه نکته عرض کنم. اصلاح طلبان در ایران که بخش زیادیشون دوستان آقای نامور حقیقی هم، تلویزیونشون در بی بی سی، در سال 94 برای تشکیل مجلس خبرگان لیست یاران هاشمی دادن، یاران روحانی دادن، در کل کشور فعال بودن، و بعد همون جریان امروز به طور خیلی مرموزی داره نهاد مجلس خبرگان رو زیر سوال میبره. ببینید من نکته‌ای که دارم اینه، ما اگر میخوایم تشابه دهی بدیم بین جمهوری اسلامی و نظام سلطنتی و این بحث موروثی بودن و اینها رو در واقع طرح بکنیم، پس دیگه اون تلاش ها برای مجلس خبرگان، برای رقابت، برای لیست آقای هاشمی، خب اینا که ما یادمون نرفته، اینا خب بوده، درست میگید، و این جریان بوده. نکته بعد من راجب اون سوال قبلی که تو این بحث باید روشن بشه، ببینید من وقتی نگاه میکنم میبینم کل شبکه اشرافیت داخل ایران، تمام گلوبالیست‌های رسانه‌ای در داخل و خارج ایران یک تنه جمع شدن و علیه آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای دارن تبلیغ میکنن و ایشونو میخوان تخریب بکنن. من به عنوان کسی که موزل امروز ایران رو غلبه این اشرافیت در این 40 سال میدونم و رسانه های جهانی هم این اشرافیت رو داره تثبیت میکنه در ایران و تقویت میکنه، من به نظرم میرسه که اینجا حتما نقاط مهم و نقاط قوتی به نفع فقط مردم فقط آقای داوری یک نکته ای رو به نظر میاد که شما از به نظر میاد که یک نکته ای رو شما نادیده میگیرید، این که در همین 30 سال اخیر پدر همین آقای مجتبی خامنه ای در رأس قدرت در ایران بودن و همه این اتفاقایی که شما میگید افتاده. چه تضمینی هست که ایشون بیاد و از بدتر نشه؟ شما به نظرم به صحبت ابتدای بندی دقت کردید، رژیم حقیقی در جمهوری اسلامی خانم بازیزاده عزیز در 40 سال اخیر تحت اشراف گلوبالیست ها بوده با محوریت آقای هاشمی. ما در 40 سال اخیر رژیم حقیقی جمهوری اسلامی رو نتونستیم از دست گلوبالیست ها خارج کنیم. من راجع به این خیلی نوشتم تو این ایام. بله بله. اجازه بدید آقای نامور حقیقی و آقای حقیقت نژاد هر دو میخوان صحبت کنن. اول آقای نامور حقیقی بفهمید شما.
ببینید، من توصیف میکنم، من گفتم آیت الله خامنه ای داره نگاه میکنه، ملاحظات هویتی و میراث تاریخ خودش نگاه میکنه و براش مهمه که تاریخ چگونه داوری میکنه. ببینید، آقای خمینی همیشه میگفت که شاهان ایران فرزندانشون برباد دادن. آقای خمینی دختر ایشون خانم زهرا مصطفی میخواد نماینده مجلس بشه، گفت من میخوام نماینده بشم، گفت شما لازم نکرده برو شغل معلمیت رو انجام بده. سید احمد خمینی هم به نظر من یه بار میخواست رئیس جمهور بشه که آقای خمینی مخالفت کرد، همون دوره که آقای خامنه‌ای میخواست رئیس جمهور بشه ایشون مخالفت کرد، و بعداً هم تلاش هایی که برای به دست آوردن رهبری کرد به نظر من، به نظر بسیار از کارشناسان، فارغ از نظر خود آیت الله خمینی بوده. این نکته اول. نکته دوم، بحث ما بحث حقوقی نکردیم که در مورد مجلس خبرگان این اتفاق میفته یا نمیفته، یا این الاز حقوقی درست هست یا درست نیست. من تصویری که الاز افکار عمومی وجود داره، ببینید شما فرض کنید یه روحانی هر روز بره تو صف سینما بخواد فیلم نگاه کنه، نه کار غیرقانونی انجام داده نه کار غیر خلافی، ولی توی افکار عمومی این تصویری نیست که فرض کنید جامعه بپسنده. تست انتقال قدرت از پدر به فرزند همیشه این شایبه رو داره که داره یک روند ادامه پیدا میکنه که با آرمانهایی که تو انقلاب مطرح میشده تفاوت داشته. اما یه نکته، بله، اجازه بدید من یه چیزی در مورد آقای داوری بگن که چون خیلی دوست دارن خیلی معصومانه بازی کنن. آقای داوری، آقای احمدی نژاد، حالا خواستید در مورد کارنامه آقای احمدی نژاد، یکی از فاسدترین دولت‌ها رو بنیاد گذاشته، در حوزه تصمیم‌گیری ملی در دو سه مورد خیانت‌های بزرگ به خصوص در مورد هسته‌ای انجام داده، به جز تصمیمش در سال 88 که ضربات شما همین الان داریم جبران می‌بینیم، و سومی که در بنیادهای استراتژیک جامعه در حوزه‌های نظم انضباط اقتصادی و حتی بنیادهای سیاسی جامعه مدنی ضربات جبران ناپذیر رو کسی که ایشون داره حمایت میکنه و بقیه رو میزنه به ایران من زده. ممنونم از شما. من به آقای داوری وقت خواهم داد برای پاسخ دادن به این صحبت ها، ولی چون خیلی وقت کم هست آقای حقیقت نژاد شما بفرمایید. آقای اکبری هم میخوام صحبت کنم. خیلی نکته عجیبیه. ما میدونیم که خیلی اطلاع در مورد آقای خامنه‌ای وجود نداشت در سالهای آخر. حالا ایشون میگن که کسانی دارن تخریب میکنن آیت الله مجتبی خامنه‌ای رو. یکی از کسانی که بیشترین افشاگری رو در مورد نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای و دخالت‌های غیرقانونی کرد آقای سرافراز بود، که اومد یک اطلاعاتی رو اونجا مطرح کرد و شاید به نوعی برای اولین بار رسمیت داد به یک سری حرفایی که در مورد مجتبی خامنه‌ای زده میشد. و از قضا کسی که بیشتر از همه پروبال داد به آقای سرافراز و حالا ما اسمش اصلا میذاریم خط تخریب مجتبی خامنه‌ای، همین آقای داوری بود. یعنی تیم آقای احمدی نژاد بیشترین همکاری رو با تیم آقای سرافراز می‌کردن که هدف آقای سرافراز در واقع در صدا و سیما بودن دیگه قبلا. بله، صدا و سیما که هدف اولشون زدن و افشاگری درباره مجتبی خامنه‌ای بود، آقای داوری و دوستانشون بیشترین سرمایه‌گذاری رو کردن و بیشترین همکاری رو کردن. یعنی اگر هم در سطح داخل چنین اتفاقی افتاده، اتفاقا از این سو بوده نه از طرف‌های دیگه که اصلا جرأت نداشتن وارد این ماجرا بشن. آقای اکبری بفرمایید. من دیدم دو بار آقای داوری در صحبتشون گفتن آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای. خب ظاهرا ایشون اجتهاد ایشون رو اهدا کردن در واقع به ایشون، چون من هرگز ندیدم که در رسانه ها، حتی در داخل کشور، حتی در اصولگرایان، حتی در ارادتمندان به بیت رهبری از کلمه آیت الله استفاده کنند. به نظر میرسه که یک حرکت جدیدی شروع شده، اشکالم نداره، بخشی از بازیه، بالاخره آدم ها که همه مثل هم نیستن. یکی میبینید 11 سال تو حصر میمونه، حسرت یک کلمه توبه و تقاضا رو به دل آقا و آقازاده میذاره. یک کسی هم که تا دیروز پشت سر همین آقازاده و آقا توصیفاتی رو به کار برده، از جمله فکتی که آقای حقیقت نژاد آوردن، حالا ظاهرا احساس میکنن که چون اگه آقای رئیسی بیاد نمیتونن باش کنار بیان، بهتر از الان وارد لابی با آقای مجتبی خامنه ای بشن، که اگه بعدن یه وقت ایشون اومد بختی داشته باشن بگن با ذکر خیر شما رو قبل از اینکه هر کی بکنه تو بی بی سی کردیم. وگرنه توصیف ایشون با آیت الله در حال حاضر در شرایطی که هیچ مجتهدی اجتهاد ایشون رو تایید نکرده و حد اکثر چیزی که از ایشون میدونیم در واقع تشکیل چند جلسه درس خارج، چند دوره درس خارج هست، این دلیل بر اجتهاد نمیشه
البته آقای اکبرین در مورد خود شخص آقای خامنه ای هم با همین شیوه در واقع اینکه ایشون کلاس های خارج برگزار کرد و خیلی از کسایی که مثلا به لحاظ علمی پیشتر از ایشون بودن رفتن در اون کلاس ها شرکت کردن که بگن ایشون مجتهد ما قبول داریم. یعنی میخوام بگم کلاس درس خارج برگزار کردن ظاهرا یک شیوه ایه برای اینکه بگن که ایشون مجتهد بقیه هم پذیرفتن. یک اجازه نامه میخواد. ببینید اجتهاد یک اجازه نامه میخواد. آقای خامنه ای هم قبلا آقای خمینی در زمان حیاتشون تو یکی از پیامهاشون از کلمه فقیه برای آقای خامنه ای استفاده میکنه. او هم یه پشتوانه ای داشته. اگر هیچ پشتوانه ای نبود که نمیشد اون تبلیغات در واقع اثر بگذاره. من میخوام بگم که در واقع ما الان به جای اینکه تحلیل کنیم وارد نوعی فضای تبلیغاتی داریم میشیم که به گمانم ما رو ممکنه از بحث دور کنه. دقیقاً درست میگه. ولی اجازه بدید من چند لحظه یه 30-40 ثانیه اجازه بدید آقای داوری هم چون هی یادداشت برام دارن میخوان پاسخ خودم خواهش می‌کنم خیلی کوتاه پاسخ این صحبت‌ها رو بدین چون حق دارن آقای اکبرین. بریم سر تحلیل‌های دیگه. جالبه در واقع 3-1 الان تو این صحنه من خدمت شما هستم. ببینید اولا آقای نامور حقیقی عنوان فاسدترین دولت رو گفتن. ما بر اساس اسناد بر اساس گزارش‌های موجود سازمان شفافیت جهانی دولت آقای روحانی که مورد حمایت آقای نامور حقیقی است فاسدترین دولت تاریخ ایران پس از مشروطه است. من بیشترین انتقاد و و حالا این رو باید به جای خودش بحث کنیم. این عناوین رو قرار نبوده در این برنامه ما بهش بپردازیم. تحلیل دولت حتما تو موقعیت دیگری خواهد بود. نکته‌ای رو آقای حقیقت نژاد و آقای اکبرین راجع به برنامه اتاق شیشه‌ای مصاحبه بنده با آقای سرافراز مطرح کردن. خب این برنامه الان روی یوتیوب روی آپارات موجوده. برید ببینید که آقای سرافراز راجع به آیت الله سید مشتاق خامنه‌ای تو این برنامه چی گفته ایشون. آقای سرافراز یک اختلافی در نحوه اداره مدیریت صدا و سیما و موضوعاتی که پیش اومده بود در اونجا توضیح داد با سازمان اطلاعاتی سپاه پیدا کرده بود و مسئله رو به آیت الله سید مشتاق خامنه ای ارجاع داده بود. ایشون تو این مسئله مداخله نکرده. میتونید برید خب فیلم موجوده، حرفای سرافراز موجوده و اینطور به نظر من فرافکنی خطاست. ببینید من نکته ای رو که دارم عرض میکنم اینه آیت الله خامنه ای در 30 سال اخیر با انتقاد بهشون داشته باشیم یا نداشته باشیم، قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، ایشون به طور مشخص خط به حاشیه روندن گلوبالیستا رو در جمهوری اسلامی دنبال کرده. همه حملات رسانه‌های خارجی و جریان‌های گلوبالیست به ایشون و به نهاد رهبری تو این سالا تو این ریشه داره. متوجه. آقای داوری خیلی این تحلیل تحلیلی هست که حالا ممکن است که خیلی شباهت پیدا کنه به صحبتایی که مثلا این روزها خیلی میشنویم در دولت آقای ترامپ مثلا که میگه که یک دولت پنهانی ممکن است. بله ولی بذارید ما بحثمون رو روی همین ماجرای رهبری نگه داریم. یه خیلی کوتاه بگید اگر چرا فکر میکنید که خبرگان اصلا شما میگید که خبرگان کارش این هست و باید انتخاب بکنه، چرا همین الان انتخاب نمیکنه و روشن نمیگه که رهبر بعدی به نظر اونها کی مناسبه؟ دستور کارش نیست. ببینید انتخاب قائم مقام رهبری که دستور کار خبرگان نیست. اون چیزی هم که سال 64 اتفاق افتاد طبق آیین نامه ها و قوانین موضوع مجلس خبرگان نبود، یک انتخاب در واقع تشریفاتی بود. خبرگان در لحظه میتواند در مورد رهبری تصمیم بگیرد که یا رهبری فوت شده باشه یا استعفا داده باشه یا از شرایطش عدول شده باشه. صحیح. این که خیلی روشنه. بسیار. اگر یه روز خبرگان هر فردی رو انتخاب کنه، چه آیت الله سید مشتاق خامنه‌ای، چه آیت الله رئیسی یا هر فرد دیگه که دوستان در اینجا ازش یاد کردن، خب این طبق قانون اتفاق افتاده. چه دوستان میخوان خیلی بذارید آقای داوری این بحث رو ببریم روی در واقع اون پروسه، برای اینکه ما راجع به افراد صحبت میکنیم در حالی که واقعا هیچ تصویری نداریم که قرار هست که چه کسی رهبر بعدی باشه. آقای اکبرین اون پروسه رو ممکنه شما خیلی کوتاه و موجز اگه بشه برای ما توضیح بدید که الان اگر که آقای خامنه ای فوت بکنه و این پروسه بخواد آغاز بشه چی در انتظار ما هست، چه اتفاقاتی در واقع میفته؟ ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم به دقت، اما میتونیم یه چیزی رو بفهمیم که همونطور که مجلس خبرگان در سال 64 قائم مقام رهبری اعلام کرد، الانم میتونست اعلام بکنه یا اگرم اعلام نکنه حداقل اینقدر ماجرا رازآلود و پنهان نباشه که آقای یزدی توی مصاحبهش میگفت آقای هاشمی رفسنجانی هم که از من پرسید
ما گفتیم در شما نباید بدونید این موضوع خصوصیه. این مقدار خصوصی کردن ماجرا یکی از این دوتا علت رو میتونه داشته باشه، یا اینکه اینا از اون تجربه میترسن چون دیدن آقای منتظری رو انتخاب کردن، بعد آقای منتظری شد دردسر براشون و با مواضعی که گرفت و حالا دیگه به هیچ کس اعتماد ندارن که مبادا اسمشو مطرح کنن بعدن براشون دردسر بشه، یا اینکه میخوان جامعه رو در واقع در معرض یک خبر غیر منتظره مثلا قرار بدن بله. یه فردی رو بیارن که اگه زودتر اسمشو اعلام بکنن اون وقت موجهای ایجاد بشه، تخریبهای ایجاد بشه که نتونن رو به مردم غالب بکنن، وگرنه به صورت طبیعی همین الان در یک کشور دموکراتیک هم اگه نگیم توی شرایط نرمال همین الان یا نه سالها پیش میتونست اسم اون فرد یا افراد اعلام بشه، جامعه روش حرف بزنه، منتقدان روش بحث بکنن، بعدش هم که رهبر مرد مریض خبرگان تشکیل بشه و برها روی نفر به نتیجه برسه. آیه نامحقیقی به نظر شما این عدم شفافیت چه تأثیر روی فضای سیاسی و اجتماعی ایران و همینطور وضعیت خارجی ایران، سیاست خارجی ایران میگذاره؟ گفتم اونا میخوان امکان بازیخوانی و بازیسازی رو از رقبا سلب کنن، چه رقبای داخلی چه رقبای خارجی. وقتی که شما دست رو پنهان بازی میکنی بله. از لحاظ اطلاعاتی اونا رو خود میکنی. متوجهم. آقای حقیقی چقدر فاصله است بین این افراد؟ یعنی مثلا آقای رئیسی با آقای حالا خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای که الان صحبتش شد، چقدر مگه اینها فرق دارن با هم که بخواد تغییر عمده‌ای در اون قضیه ایجاد؟ ببینید وقتی ما قبول کنیم که نهاد رهبری تونسته سازمانی یافته امکانات رو بسیج کنه، جناهای وینگای مختلفی داره، وینگ اقتصادی داره، وینگ اطلاعاتی داره، وینگ امنیتی داره، وینگ تبلیغاتی داره، تونسته یارگیری بکنه در حوزه‌های مختلف و تو این یارگیری‌ها یه تصویرهای پلن ABCD در مورد موقعیت‌های مختلف تنظیم کرده، بنابراین هم میتونه تعیین کنه، میتونه به عنوان عنصر نفوذ تعیین کنه. من از لحاظ واقعیت قدرت میگم، من بس حقوقی نمیکنه، و در این حال میتونه کنترل کنه، یعنی برخلاف چون آقای هاشمی فکر کرد مثلا آیت الله خامنه‌ای رو مقام رهبری میاره و بعد میتونه خودش با دوستی و رفاقت مسئله رو کنترل کنه. این رابطه رابطه دوستی نیست، بر مبنای رابطه سازمانی و سازماندهی است که شکل گرفته. اما اجازه بدید من یه نکته بگم. ببینید معیارهای اینی که رهبر چه شاخصهایی میتونه رهبر رو انتخاب کنه چند تا عنصره. یکی اینی که رهبر باید شناخته شده باشه و در این حال خطیب باشه. خطیب بودن با توجه به اینکه رهبر مذهبی هست شاخص مهمی است در انتخاب رهبری. و نکته دومی که حوزه علمیه چه واکنشی نسبت به اون نشون میده، هرچند که در مجموع الان قدرت نهادهای حکومتی بر حوزه علمیه نسبت به دوره آیت الله خمینی افزایش پیدا کرده و اونها امکان بازی مستقلشون کمتره. سوم اینه که تو بلوک قدرت اجماع صورت بگیره در مورد رهبری که وجود داره. بلوک قدرت هم شامل گروه‌های نظامی امنیتی، گروه‌های بوروکرات، گروه‌های روحانیون است. بنابراین یک فردی که میخواد بیاد باید سرجم نمراتش بیشتر از اون مجموع باشه. بنابراین ما میتونیم خودمون بشینیم شرایط انتخاب نگاه کنیم. بله. کاندیداهای مختلفی هستن. استاد طلبا فرض کن آقای خامنه‌ای، آقای خاتمی، آقای سید حسن خمینی، آقای محقق دامت مد نظرشونه. گروه‌های متوسط آقای روحانی، آقای روحانی خودش برای خودش خیلی شانس قائله. و از همه مهمتر گروه‌های این بر آقای عرافی هست، آقای رئیسی هست، به عنوان نیروهایی که میتونن مستقیما از بیت نباشن ولی خیلی نزدیک به بیتن، و خود مشتبه خامنه‌ای. همه اینها میتونن مجموعه باشن که مد نظر باشن. بله. اما بذارید آقای اکبری میخوان یه چیزی بگن. آقای داوری بهتر نامه ای که آقای احمدی نژاد در آبان 96 به آیت الله خامنه‌ای نوشته بخونه. در اون نامه آقای احمدی نژاد کل مجموعه اقدامات رهبری رو در نظارت بر نهادهای زیر نظرش، کلن نهاد مجلس، ریاست جمهوری و قوه قضاییه رو به طور کلی زیر علامت سوال برده و در اینها رابطهش رو هم با مردم زیر علامت سوال گفته. گفته شما ارتباط ندارید، من صدای مردم رو میشنوم. 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، من میخوام آقایون بتونن صحبت کنن. خیلی ممنون. چه متوجه آقای احمدی نژاد؟ واقعا بحث ما راجع به آقای احمدی نژاد نیست در این آقای اکبرین بفرمایید. من فقط یه نکته عرض بکنم که توی تحلیل‌های ما
جای نقش نظامیان خالی مونده. حالا امیدوارم که برنامه دیگه‌ای بهش اختصاص بدین، یعنی اینکه نظامیان چه تصمیمی میگیرن و چه تأثیری بر خبرگان میگذارن و چه نقشه‌ای میانه. اتفاقا یکی از آقایون یادم نیست کدوم صحبت کردن آقای اکبرین که گفتن نظامیان نقششون کمتر شده، شما هم به این موضوع قائلید؟ من فکر میکنم که همچنان جایی دارند نظامیان، اگرچه قدرت سابق رو تو این مسئله شاید نداشته باشن به دلیل پاره ای از تغییرات تو سال گذشته، ولی همچنان نقششون رو باید در نظر گرفت. ضمن اینکه شرایط اجتماعی هم بسیار تعیین کننده، مردم رو اصلا ندیده نگیریم. این مردمی که امروز امشب با این بحثایی که داریم با هم دیگه میکنیم و چه بسا بلا موضوع میدونن، چون ارزشی برای هیچ یک از این نامهایی که ما بردیم ممکنه قائل نباشن. این جامعه ناراضی هم نقش دارن مردم. آقای اکبرین، این واقعا سوال بعدی من بود، چقدر نقش دارن مردم در این پروسه، چقدر نقش دارن؟ اگر که ما خبرگانی داریم که مثلا بر اساس یک انتخابات آزاد شکل نگرفتن، اگر نهادهایی که قرار هست رهبر رو انتخاب بکنن بر اساس انتخابات آزاد شکل نگرفتن، مردم کجای این معادله قرار میگیرن؟ اگه کوتاه بگین ممنون میشم. مردم اگر وارد داستان بخوام بشن، چون خط قرمزهای پاسخگویی مردم و مدارا با مردم رو حکومت ازش عبور کرده، مردم اگر بخوان وارد معادله بشن تمام بازی رو به هم میزنن. اون وقت نوبت به این بحثا به گمان من نمیرسه. آقای حقیقت نژاد، اگه شما همینو کوتاه یکی دو دقیقه جمع بکنید، شما به نکته اشاره کردید که من اول معرفی شما هم گفتم که معتقدید که آقای خامنه ای دیکتاتور هست، که مرگ او به نظر میرسه که پایان دیکتاتوری هست، اما اینچنین نخواهد بود. خیلی ها ممکن است فکر کنن که آقای خامنه ای نامه نوشتن بهش که آقا استعفا کن برو برای اینکه وضع بهتر بشه. شما چه نظری دارید؟ آیا فکر میکنید اگه او بره وضع بهتر میشه؟ من اتفاقا من خواستم به هم در راستای هم سوال شما به صحبت‌های آقای نوبل حمیدی هم اشاره کنم که کلمات قشنگی در مورد بازیخوانی و استراتژی گفتن. نه اصلا اینجوری نیست. اون چیزی که ایشون میگن در مورد اینکه اون مافیای درون حکومت در اثر سفره انقلاب نشسته، چقدر از این کیک قدرت و ثروت ببره، بازیخوانی در همین حده. یعنی ما اگر مثلا دو تا سیاست کلان رو هم در نظر بگیریم در این 40 ساله در دوره آقای خمینی بوده در مورد رابطه با آمریکا، که یک هزینه کلانی به مردم ایران تحمیل کرده، این که در این سالها یک سیاست ثابت بوده در دوره آقای خمینی همین بوده، در دوره آقای خامنه ای هم همین بوده و میلیاردها دلار از منابع ایران رو به هدر داده و هیچ تغییری هم نکرده و بعداً هم قرار نیست این موضوع تغییری بکنه. در حوزه اجتماعی هم مثلا حجاب اجباری به عنوان یکی از مهمترین نمادهای ظلم و تبعیض در جمهوری اسلامی در دوره آقای خمینی همون چیزی بوده که الان هم هستش و آقای خامنه‌ای هم میراث‌دار خواهد بود. بنابراین در این سیاست‌های کلان که میتونه آینده ایران رو تغییر بده و ما واقعا یه تغییر اساسی داشته باشیم، هیچ تغییر خاصی نخواهد داشت. اون ساختار اون قدرت مافیایی کماکان حفظ شده و منافعش در حفظ این مؤلفه ها هستش و ما هیچ تغییر استراتژیکی در این زمینه نخواهیم داشت. بسیار ممنونم. آقای داوری، حدود یک دقیقه وقت دارید اگه می‌خواید جمع‌بندی کنید. من خیلی سریع خانم قاضی‌زاده هستم. اولا مواضع بنده ارتباطی با آقای احمدی نژاد نداره، من اینجا مواضع شخصی خودم رو میگم. این نکته اول. نکته دوم، ببینید در طول 40 سال اخیر نهاد روحانیت عالی رتبه و مرجعیت قوم یکی از پایگاه‌های مهم گلوبالیستا در ایران بوده و شما نگاه بکنید ما مرجع تقلیدی داریم که لندن رو خانه دوم ملت‌های دنیا میدونه، یا مرجع دیگری رو داریم که دفترش در لندن گرانت و در واقع کمک میگیره از شهرداری لندن. این مجموعه ها باعث میشه که من مسیر در واقع درستی که گذاشته شده، من نمیخوام بگم حتما انتقادات جدی وجود داره به همین دوره رهبری آیت الله خامنه ای، اما راهبرد کنار گذاشتن و به حاشیه روندن در واقع گلوبالیست هایی که سیطره پیدا کردن در این 40 سال بر انقلاب بوده. حالا این مسیر رو هر کسی که بهتر میتونه ادامه بده، پسر ایشونه، آیت الله رئیسی، هر کسی. ببینید مسئله فردی مثل بنده گلوبالیست زدایی از جمهوری اسلامیه. انقلاب اسلامی متاسفانه در 40 سال اخیر با محوریت آقای هاشمی رفسنجانی از ریل خودش خارج شد و رژیم حقیقی جمهوری اسلامی توسط گلوبالیست‌ها تسلط شد. ممنونم آقای داوری، وقتمون تموم هست اینجا. من جمله آخر رو بگم. بفرمایید. جمله آخر. آیت الله خامنه‌ای در 30 سال اخیر
در برابر این صد ایستاده، هر تداوم این مسیر به اعتقاد من اهمیت داره. بسیار خوب، ممنونم از شما آقای داوری، آقای نامور حقیقی، آقای حقیقت نژاد و آقای اکبری. متشکرم که در این بحث شرکت کردین و ممنونم از شما که با صفحه دوی آخر هفته در این پنجشنبه همراه بودید. شب روزتون خوش.